سلام دوستان عزیز خیلی خوشحال هستیم که به اتفاق همکارانم مجدد در خدمت شما هستیم تا دنبال برنامه هایی رو که همونطور که به خاطر دارید از قبل شروع کردیم در مورد بشارت ادامه بدیم در برنامه های قبل این رو تکرار کردیم چون گفتنش خیلی مهم است که بشارت امر مهمی است و وظیفه هر مسیحی هست که این کار را انجام بده بنابراین همه ما موظفیم این خبر خوش رو به دیگران برسونیم و خبر خوش این بود که راجع به بخشش گناهان حیات ابدی ابدی و دوستی و مشارکت دائمی با خدا با دیگران صحبت بکنیم اما در این برنامه خیلی در مدت کوتاهی که با هم هستیم مایل هستم راجع به نحوه بشارت صحبت کنیم و چه چیزهایی رو ما در بشارت باید بگیم چون این خیلی مهم هستش چون در بشارت دادن اول طرز حرف زدن ما صحبت کردن ما و انتقال این پیغام خیلی مهمه به قول ما ایرانی ها بشین و به تمرگ و به فرما یک معنی دارن اما خیلی با هم تفاوت دارن در دوم قرنتیان باب 5 آیه 20 اینطور میگه ما سفیران ایسای مسیح هستیم ما نماینده عیسی مسیح هستیم و باید یاد بگیریم چطور با او این چطور به عنوان نماینده های عیسی مسیح صحبت بکنیم او شایسته است او شاه شاهانه و ما باید به با عنوان فرزندان به عنوان پیروان شاه شاهان صحبت بکنیم با دیگران ما دو جور کلا اشخاص داریم یکی افرادی هستند که حرفهای خودشون رو از زبان خدا میزنن و معمولا اینجور افراد به جز عصبانیت، خشم و به جز ایجاد تفرقه و چیزهای دیگه نتیجه نخواهد داشت و یکی از نوع دوم دیگه داریم اون افرادی که از طرف خدا صحبت می و پیغام خدا رو به دیگران صحبت می کنند یک شخصی که در این زمینه تحقیقاتی کرده بود در زمینه تحقیقات نحوه ارتباط با مردم برای اینکه اینو نشون بده که چقدر مهم هستش اینطور خودش تعریف میکنه میگه لباس ژنده ای پوشید لباس کهنه ای پوشید یک عینکی رو به چشم زد که اسایی رو در دست گرفت به منظور اینکه خودش رو کور جلوه بده و در رفت در یک منطقه خیلی شلوغ ایستاد و یک تابلوی در دستش گرفت برای اون تابلو اینطور نوشته شده بود من نابینا هستم به من کمک کنید من عاجز هستم به من کمک کنید در اون روز حالا به پول ایرانی اگر بخوایم حساب کنیم در صبح تا پرس کنید زور ایستاد در یه جای شلوغ در این محله شلوغ چه هزار تومن جمع شد مردم کمک کردن و بعد رفت در یک جای خلوتتری ایستاد ولی تابلو رو عوض کرد متن تابلو رو عوض کرد و متن تابلو از این قرار بود که من کور و نابینا هستم الان فصل بهاره و از این دیدن این زیبایی ها محروم هستم لطفا به من کمک بکنید و در اون محله خلوت با به متن تابلو که عوض شده بود 150 هزار تومن جمع شد پس ببینید چه تاثیر مهمی نحوه انتقال این پیغام به دیگران گذاشته بود که این خیلی مهم هست همه ما دارای یک سنسور یا احساسی هستیم که وقتی شخصی با ما صحبت میکنه میتونیم محبت او رو درک بکنیم میتونیم دلسوزی رو در چشمای او ببینیم یا برعکس ما در مورد عیسی مسیح میبینیم وقتی با مردم صحبت میکرد مردم مردم رو دوست داشت مردم محبت و دلسوزی رو در گفتار عیسی مسیح میدیدند تجربه میکردند مثلا به عنوان مثال ما در مورد تماس او و محبت خودش رو به زکای باجگیر نشون میده و نتیجه این شد که زکا ایمان آورد به عیسی مسیح او مانند دیگران زکا رو محکوم نکرد چون زکا میدونست کی هست و چیکار داره میکنه او دزد بالای صلیب رو محکوم نکرد بلکه او رو محبت کرد و او ایمان آورد نتیجه این شد که او ایمان آورد او زن سامری رو و لب چاک صحبت می محکوم نکرد و این باعث شد اون ایمان بیاره نحوه صحبت کردن ما در بشارت خیلی مهم است مردم باید محبت رو در چهره ما در طرز صحبت کردن ما ببینن و ببینن که ما اونا رو دوست داریم محبت می کنیم شما قصد ندارید صرفا با بشارت دادن عقیده خودتون رو به یکی دیگه تحمیل بکنید بلکه می پیغام نجات بخش انجیل رو به دیگران برسونید مردم اینو باید بدونن که انگیزه ما این نیست که بگیم دین ما برتره، عقیده ما بهتره، پیغمبر ما بزرگتره و غیره بلکه میخوایم اونها پیغام نجات بخش رو بشنمن شخص مقابل باید صد درصد بدونه که قصد ما تحقیر او نیست قصد ما این نیست که او رو کوچک کنیم، تحقیر بکنیم بگیم گمراهی، تو اشتباه کردی و چیزهای دیگه بلکه باید بگیم خدا تو رو دوست داره و منم تو رو دوست دارم و برای همین دارم این پیغام رو به تو انتقال میدم در بشارت باید بدونیم که از کجا شروع کنیم و چی میخوایم به او بگیم باید پیغام رو بدونی وگرنه از شمال به جنوب از شرق به غرب میرید و این باعث میشه که خودتون گیج بشید و شخص مقابل هم نمیدونه سرگردان میشه چون در راجع به های خیلی گوناگونی صحبت می کنید باید بدونید از کجا شروع کنید و کجا می خواهید برید اینی که خیلی مهمه که آماده باشید پس بعضی افراد باید بدونید ما با انواع و اقسام افراد مختلف روبرو می شیم افرادی هستند که عکس های متفاوتی در مورد پیغام انجیل نشون میدن. افرادی هستند که فورا موزه می گیرن. افرادی هستند که قبول میکنن صحبت شما رو. افرادی هستن که هرگز قبول نمیکنن نمیخوان بشنون یه افرادی هستن اتیاج به وقت بیشتر دارن اتیاج به زمان بیشتر دارن تا اونچه که شنیدن برن راجبش فکر بکنن احیانا تحقیق بیشتری بکنن اما ما موظفیم با تمام اینها با تمام افراد با عکس های مختلف با محبت صحبت بکنیم و پیغام انجیل رو با لحنی خیلی محبت آمیز و مهربان به اونها انتقال بدیم تا این محبت رو در چهره ما در لحن صحبت ما ببینن در بشارت همیشه با موضوع مثبت شروع کنید همیشه با موضوعی صحبت کنید و اون موضوع اینه که خدا شما رو دوست داره و نمیخواد کسی از شماها هلاک بشید و یک نقشه عالی برای شما در نظر داره به طور مثال در ارمیا باب 29 آیه 11 این آیه رو اکثرا میتونید به کار ببرید و اون اینه که خداوند میفرماید خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی جز من از آن آگاه نیست من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم این چیزیه که شما میخواید به مردم بگید که خدا شما رو دوست داره ما باید با, با, صحبتمون رو با یه چیز خیلی مثبت شروع بکنیم و بعد بیاید بعد از اینکه راجع به این صحبت کردید راجع به این صحبت کنید که چرا عده زیادی از مردم محروم هستن از محبت خدا علت محرومیت مردم رو بگید علت وضعیتی که الان دارن مردم و از این سعادتمندی و خوشبختی محروم هستن رو بگید و علت اون گناه هستش گناه رو باید خوب تعریف کنید برای مردم. اگر این قسمت از پیغام شما مشخص نشه افراد لزومی بینن برای نجات. بنابراین مسئله گناه خیلی مهم هستش. به نظر یه ایده ای، گناه یعنی آ، آ، کار بدی کردن، دزدی کردن، مال مردم رو خوردن، خیانت کردن و چیزهای دیگه. اما این تعریفی نیست که کتاب مقدس از گناه میکنه. کتاب مقدس دزدی رو بد میدونه قتل رو بد میدونه همه اینا در کتاب مقدس من شده اما اینا تعریف گناه نیست گناه یعنی از نظر کتاب مقدس زندگی نکردن مطابق میل خدا اگه کسی کلام میگه خوبی کردن بداند و نکند گناه کاره گناه فقط منع چیزای یا انجام ندادن چیزای بد نیست بلکه انجام دادن چیزای خوب اگر بدونیم و انجامش ندیم پس ببینید چقدر تفاوت داره در کتاب مقدس در رومیان باب 3 آیه 10 میگه هیچ کس نیکوکار نیست در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشه اگه تعریف گناه این باشه که مطابق میل خدا زندگی نکردن میبینید که تمام مردم دنیا گناهکارن چون کمتر کسی پیدا میشه که بتونه تمام اون چیزی رو که خدا از او خواسته انجام بده تعریف مردم از گناه اینه که کارهای خلاف انجام دادن کسی که خلافی بکنه گناهکاره کسی که خلافی نکنه بیگناهه اما کتاب مقدس در یعقوب باب چارای 17 همونطور که عرض کردم اینطور میگه اگر کسی نیکوی کردم بداند اما نکند اما عمل نکند گناهکار است اگر بدونی چه کاری درسته و اون رو انجام ندی گناهکاری از طرفی خدا انسان رو فقط این نیافرید که کارهای بد نکنه کتاب مقدس میگه ما شبیه خدا آفریده شدیم یه دی میگن چون من کارهای بد نمی کنم، گناهکار نیستم خب دیوار هم کارهای بد انجام نمیده ولی خدا دیوار نیافرید خدا انسان رو آفرید برای اینکه ما کارهای عالی انجام بدیم کارهای مثل کارهای خداوند انجام بدیم پس خدا انتظار بیشتر از این از ما داره پس میبینیم خیلی خوب باید مشخص این رو باز بکنید برای مردم مسئله گناه رو کاملا بشکافید که گناه چی هستش چون اگر این برای مردم باز نشه متاسفانه نجات معنی چندانی پیدا نمیکنه. در بعضی از ادیان معتقدن که بچه ها بیگناه به دنیا میان اما این برعکس اون چیزیه که کتاب مقدس میگه. کتاب مقدس معتقده که بچه ها در گناه متولد میشن. به منظور این نیست که گناه گناهی میکنن و گناهکار هستن. منظور این که در ذات گناهکار هستن. به عنوان مثال شما میبینید بچه ها بچه ای که دو سال است یا کمتر یا بیشتر هیچ کس یادش نداده حسادت میکنه خودخواه هست دروغ میگه اگر چیزی رو بشکنه آ... میگه خواهر شکسته یا برادرش این کار انجام داده این مثل همون چیزی هست که در ذات او هست در ذات یک درنده هم هست درنده وقتی یه بچه گرگ متولد میشه این بچه خیلی هم در اون سن فرض کنید یه روزه است دو روزه است این در ذات درنده است ولی ممکنه قدرت درندگی رو در اون موقع بچه گرگ نداشته باشه ولی همینطور که بزرگ میشه بدونی که کسی به او یاد بده چون در ذاتش هست این نمایان میشه وقتی هم در ذات یکی هست که به اصطلاح در ذاتش گناهکاره در ذاتش این نهفته شده وقتی که بزرگ میشه این بچه یاد میگیره از دروغاش از خودخواهیهاش از حسادتهاش چطور استفاده بکنه و خدا میخواد و ما باید این رو برای مردم بازش بکنیم که گناه چی هستش و چه تأثیری روی زندگی مردم گذاشته پس بعد از اینکه گناه رو برای اونها کاملا صحبت کردید حالا خوبه که راجع به چاره گناه صحبت بکنید که چطور میتونید از این گناه آزاد بشید پس اول راجب به محبت خدا صحبت میکنیم، دوم راجب به علت محروم شدن عده زیادی از محبت خدا صحبت میکنیم، و سوم راجب به این صحبت میکنیم که حالا چاره کار چی هستش که این قسمت هم خیلی مهمه که ما حالا راجب به فیض خدا و محبت خدا صحبت کنیم اجازه بدید یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد از استراحت مجددا در خدمت شما خواهیم بود تا دنباله برنامه را ادامه بدیم سلام دوستان عزیز اگر خاطرتون باشه در قسمت اول برنامه راجع به نحوه بشارت صحبت کردیم و خدمتتون عرض کردم که لحن صحبت ما در انتقال پیغام خوش انجیل خیلی اهمیت داره بنابراین باید ما روی لحن صحبتمون خیلی خیلی کار بکنیم و همینطور اشاره کردیم که همیشه باید با مثبت شروع بکنید پیغام شما باید با مثبت شروع بشه و اون چیز مثبت اینه که خدا شما رو دوست داره و نمیخواد کسی هلاک بشه خدا یک نقشه عالی برای شما در نظر داره و بعد اشاره کردیم که چرا عده زیادی از این محبت خدا محروم هستند چون خواست خدا سعادت و خوشبختی مردم دنیاست این رو صحبت کردیم که باید مسئله علت این که مردم محروم هستن از این محبت رو برای اونها باز بکنیم و این رو گفتیم که اون گناهه و گفتیم گناه رو باید کاملا شما بشکافید باز بکنید که مسئله گناه چی است چون عده زیادی گناه رو فقط کارهای خلاف میدونن غیبت کردن خیانت کردن دزدی کردن و چیزهای دیگه و گفتیم که اینو باید کاملا باز بکنید چون انسان گناه رو از نظر کتاب مقدس اینه که کسی که خوبی کردن بداند و نکنه طبق میل خدا زندگی نکردن گناه هستش پس این باید کاملا باز بشه و موضوع مهمی که میخوایم در ادامه صحبتمون بگیم اینه که باید حالا چاره کار رو به نشون بدید باید کمکشون بکنید تا بفهمن معنی درک بکنن معنی فیض رو که فیض چی هست و در اینجا چه معنی داره این وظیفه ما هستش که این رو برای اونها کاملا باز بکنیم در متا باب 18 آیه 14 عیسی مسیح فرمود خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از گناهکاران از دست برود و حلاک گردد باید علت آمدن عیسی مسیح رو شما برای اونا کاملا توضیح بدید که چی هستش علت این نبود که خدای پیغمبر یا نبی دیگه برای ما بفرسته علت این نبود که یک کتاب قطور دیگه به کتاب های قبلی به مقررات و قوانین دیگه اضافه بشه علت آمدن عیسی مسیح نجات مردم دنیا بود پس خدا این قسمت رو باید کاملا از دید کتاب مقدس برای اونها باز بکنید چقدر خوبه که آیاتی رو در این قسمت برای اونها بخونید همونطور که براتون خوندم تا این مسئله براشون باز بشه بعضی از افراد شما رو سعی می کنند با سوالاتی که از شما میپرسند در جایگاه خیلی مشکلی قرار بدن که شما مجبور بشید عیسی مسیح رو با دیگران مقایسه بکنید با بقیه پیغمبرها مقایسه بکنید به طور مثال نظر شما رو در مورد فلان پیغمبر میپرسند میگن که نظر شما راجع به این پیغمبر چی بود سعی نکنید تو این بحثا وارد بشید تا اونجایی که میتونید از این بحثا از پاسخ به این سوالات امتناع کنید خورشید رو با قوی ترین نورافکن دنیا شما نمیتونید مقایسه بکنید عیسی مسیح یک پیغمبر نبود عیسی مسیح خداوند بود و خداوند رو با حتی بزرگترین پیغمبرا مقایسه نمی کنند. شما لازم نیست به اونها چیزی رو ثابت بکنید انبیا چه خوب چه بد انسان بودند ولی عیسی مسیح خداونده در انجیل لوقا در انجیل یوحنا ببخشید باب یک آیه یک تا سه اینطور میگه و در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و, کلام خدا بود همان در ابتدا خدا بود همه چیز به وسیله او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پایدار نگشت در آیه چارده میگه و کلام انسان شد و در میان ما ساکن گردید منظور ایسای مسیح بود. هدف آمدن ایسای مسیح این بود که بهای گناهان انسان رو بپردازه و انسان رو با خدا آشتی بده. آیات زیادی است که میتونه از این اونها رو برای بشارت شما استفاده کنید. به عنوان مثال این آیه رو زیاد استفاده کردیم و من توصیه میکنم باز استفاده بکنید زیاد در گفتارتون در یوحنا 3:16 که میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد یا لوقا باب 19:10 که میفرماید عیسی مسیح آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد در انجیل لوقا باب 15 چند تا مثال میزنه و این مثال ها این موضوعایی رو که در این باب میاره خیلی زیبا هستن و این اهمیت میده که خدا چقدر به انسان گناهکار گم شده اهمیت میده او از سکه گم شده صحبت میکنه از گوسفند گم شده صحبت میکنه از پسر گم شده صحبت میکنه و او در این مثال ها توضیح میده که خدا به دنبال انسان های گم شده است انسان های گناهکار تا اونها رو شفا بده اونها رو از هر گناهی پاک بکنه و به آغوش خداوند برگردن در متا باب 28 در باب 11 آیه 28 ایسای مسیح دعوت میکنه و میفرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آرامی خواهم بخشید یا آسایش خواهم بخشید در اشعیا باب یک آیه 18 میگوید اگر گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سفید خواهد شد و اگر همچون قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد برای اونا توضیح بدید راجب به اومدن عیسی مسیح راجب مرگ عیسی مسیح و بگید که دستگیری عیسی مسیح تصادفی نبود مرگ عیسی مسیح تصادفی نبود بلکه اینها جز نقشه خدا بود که او بیاد و قرامت بهای های گناهان انسان رو بپردازه پس از محبت خدا صحبت کنید که خدا انسان رو دوست داره و نمیخواد کسی هلاک بشه از علت محرومیت انسان از محبت خدا صحبت کنید که گناهه و درباره اون توضیح بدید و سوم از چاره و در درمان گناه صحبت کنید که توسط عیسی مسیح حل شد چون او آمد تا گناه انسان رو برداره و مرحله بعد تصمیم شخصی هست شما باید به او کمک بکنید تا این قسمت رو بدونه دونستن این مطالب کافی نیست که یه نفر فقط بدونه چه اتفاقی افتاد و حالا باید در مقابل این پیغام تصمیم بگیره اکسالمن نشون بده با تصمیمی که میگیره شما باید آیه مکاشفه هست خیلی زیبا است که این رو کاملا توضیح میده در مکاشفه باب سه آیه 20 اینطور میگه اینک در مقابل در ایستاده میکوبم در را میکوبم هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من این یک دعوته دعوتی که عیسی مسیح از هر شخصی میکنه که در را میکوبه در قلب او رو میکوبه اگر شما باز کنی اختیار رو به ما داده تصمیم با ماست که بگیریم و در قلب رو باز کنیم به قول یک نفر میگفت قلب انسان تنها یک دستگیره داره و از داخله و خدا هرگز در رو نمیشکنه او در رو میکوبه و شمایید که باید در فستلات قلبتون رو باز بکنید برای اونا توضیح بدید که خدا به اراده آزاد او احترام میگذاره و باید شما تصمیم بگیرید در رومیان باب ده آیه نه اینطور میگید میگه در واقع اگر انسان به زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد نجات خواهد یافت پس یک اعترافه که شخص باید بکنه و شما باید به اون شخص کمک کنید که بدونه چون او هرگز دعا نکرده به این صورت و نمیدونه با چی کار بکنه او را راهنمایی بکنید باید کمکشون کنید تا بدونن کار نجات به شایستگی اونها نیست چون ممکنه بعضیا بگن او من هنوز آمادگی ندارم من شایستگی این کار ندارم من گناهکار هستم براشون این رو بگید که هر چقدر زمان بیشتری شما صرف کنید قادر نیستید از گناهانتون پاک بشید این فقط کار خداست و فیض خدا رو نیاز داره افسوسیان باب دعای هشت رو برای اونها بخونید که اینطور میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد در این مرحله به اونها باید کمک بکنید که چطور این کار انجام بدن از تجربه شخصی خودتون با اونها صحبت بکنید از زمانی که شما این دعا رو کردید و چطور عیسی مسیح رو به زندگیتون دعوت کردید معمولا من این کارو میکنم و اونها میگم میخوای با هم دعا کنیم من اینطور دعا کردم و میتونید دعا رو بخونید و بگید که به دعای من توجه بکن و زمانی که من این دعا رو کردم به این صورت بود و خیلی ساده میتونید دعا بکنید و بگید عیسی مسیح ممنون هستم که به خاطر گناهان من بر روی صلیب رفتی و بهای گناهان منو بر روی صلیب پرداختی امروز از تو دعوت میکنم که وارد زندگی من بشی به تمام گناهانم اعتراف میکنم و از تو میخوام منو پاک بکنی از هر گناهی از تو میخوام که خداوند زندگی من باشی و از من شخصیت ای بسازی تا اونچه که میگم آنچه که میشنوم هر کاری انجام میدم باعث جلال نام تو باشه ممنونم که دعای منو پذیرفتی و اجابت کردی چون در نام عیسی مسیح طلبیدم چقدر خوبه که به او کمک بکنید وقتی این دعا رو کردید بگید که حالا میخوای این دعا رو با من تکرار بکنی آرام این دعا رو بخونید و اجازه بدید اون تکرار بکنه اگر مایل بود این خیلی عالی هستش که او بدون چطور مسیر رو دعوت بکنه بعد از اینکه این دعا رو به عنوان نمونه برای او کردید اه اه به او اطمینان بدید که خدا دعای او رو شنیده و اجابت کرده میتونید کتاب های خیلی زیبایی هست و خیلی کمک میکنه کتاب مبانی مسیحیت کتاب هایی هستش که زیادم قطور نیستن یا اگه فیلم ایسا رو همراه دارید تیه فیلم ایسا زیاد مشکل نیست حتی میتونن از طریق اینترنت اونو دانلود بکنن یا احیانا میتونید از طریق اینطور که من دیدم مرتب کانال های مسیحی ایرانی این فیلم رو نمایش میدن میتونید با هم بشینید و این فیلم رو نمایش بدید یا اینکه ساعت اون فیلم رو پیدا کنید که چه ساعتی پخش میشه و کمکش کنید تا اون رو ببینه <تصفح> یکی از راه های ساده و عملی است جایی که به این امکان پذیر استش دعوت افراد به کلیسا هست اونها رو دعوت کنید با شما به کلیسا بیان تا نحوه دعا کردن شما نحوه پرستش شما رو ببینن این خیلی به اونها کمک میکنه که اونها رابطه شما رو در جمع با خدا و با بقیه ایماندارا ببینن اگر این در جایی هستید که امکان پذیر نیست میتونید اونها رو به منزلتون دعوت کنید و با اونها یک دوستی خیلی صمیمانه برقرار بکنید اونها رو برای غذا برای کافی برای چایی به منزلتون دعوت بکنید و بعد با اونها ببینن که شما در فامیلتون چطور هستید چطور رفتار میکنید و مطمئن باشید که اینها تاثیر خیلی خیلی عمیقی در طرز تفکر اونها و نحوه برداشت اونها از زندگی شما خواهد گذاشت دوستان عزیز امیدوارم برنامه امروز به شما کمک کرده باشه تا اندازه ای که چطور سر صحبت رو با یک نفر باز بکنید و چطور ادامه بدید. اجازه بدید در اینجا به خاطر وقت کم برنامه از شما خداحافظی بکنم و شما رو به خداوند بزرگ بسپارم تا برنامه دیگه خدا نگهدار شما باشه.